سلام بر شما، من فواد امان هستم و در 5 دقیقه نخست 100 روز برنامه نخست، احمد شجاع مسئول وبسایت 100 روز اینجا با من است و درباره کارکردهای امروز حکومت وحدت ملی جزئیات می‌دهد. بسیار خوش آمدین آقای شجاع. امروز حکومت وحدت ملی چی کار چشمگیر و قابل توجه کرد؟ تشکر از اینکه مربان دعوت دادین. قسمی که دیدین در چند دقایق نخست پیش از شروع برنامه، حکومت رئیس جمهور 2 قانون را امروز توشیح کردن، امضا کردن و 2 معاهده یا تفاهم‌نامه که با کشورهای خارجی دارم اینا را اینا توشیح کردن، که در ضمن از او بعضی پیشرفت‌های را هم اینا اعلام کردن در مورد ساختار کابینه و سایر موارد دیگه. حالا رئیس جمهور درباره معرفی کابینه تازه هم حرفای زد و گفت که دیگر چهره های تکراری در این کابینه حضور نخواهند داشت و وزیران بر بنیاد شایسته سالاری برگزیده خواهند شد. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟ رئیس جمهور چی حرف تازه‌ای در این باره زده؟ رئیس جمهور گفته بودند که حداقل میخوان که 4 وزیر خانم باشه در کابینه و بعضی کسای دیگری که میخوان مثلا جوانها باشه و کسای باشه که از پیش در کابینه نبوده و چهره های نو و شایسته سالاری معیار چی باشه، که دیده میشه که با امروز کنفرانس مشترکی را که با دکتر صاحب عبدالله داشتن، آهسته آهسته ما داریم از بنبست سیاسی در مورد کابینه بیرون میایم، آهسته آهسته داریم بیرون میایم، اما مشکلات حقوقی را داره. مثلا امروز روز 63 هست که سرپرست وزیرای تا به حال وجود داره و از مدت و میاد 45 روز قانونی هم بسیار دیر میشه که گذشتیم و این مشکلات تا به حال وجود داره. حالا تا 4 روز دیگر قرار است افغانستان در نشست لندن حضور پیدا کنه. در این نشست رئیس جمهور با سرپرستان حضور خواهند یافت و یا کابینه وزیران تازه؟ تا به حال خو رئیس جمهور هیچ کابینه را، هیچ نامی را برای وزرا تا به حال برای مردم معرفی نکردند، چی رسد به اینکه به پارلمان معرفی بکنن و پارلمان اینا را تصویب بکنه. فلهذا چیزی را که نکته که قابل درک است برام جالب است این هست که اینا چند وزیر کلیدی را گفتن که همچنان تا بعد از کنفرانس لندن اینا سرپرست باقی خواهد ماندن، که به نظر من به احتمال قوی وزیر خارجه هست، وزیر مالیه هست و شاید هم وزرای کلیدی سکتور چی باشه امنیتی باشن. یعنی امین سرپرستا در نشست لندن از حکومت افغانستان نمایندگی خواهند کرد؟ حداقل وزیر وزرای خارجه و مالیه، چون اینا سررشته ای کار را به عهده داشتن تا به حال، اینا حداقل تا وقت میمانند. حالا یک انتقاد دیگری از قانون دسترسی به اطلاعات وجود داشت. پس از تصویب این قانون در پارلمان، نهادهای حمایت از رسانه ها این قانون انتقاد کردند و گفتند محدودیت های برای دسترسی به اطلاعات برای مردم و رسانه ها وجود دارد. اما باز هم رئیس جمهور این قانون توشیح کرد. رئیس جمهور گفت که دلیل توشیح این قانون چی است و چرا این همه انتقادها را توجه نکرد به آن؟ بعضی از مشکلاتی که وجود، خب اول خب بسیار مهم است که آدم میره برای دوستا واضح بسازه که بعضی از نهادها ایرا مشکل برانگیز خواندن و بعضی نهادهای دیگه ایرا گفتن که یک قدم بسیار وسیع و بزرگ به پیش هست، که ما به هر دو متفق هستم. یک از مشکلاتی که وجود داره این است که قانون حق دسترسی به اطلاعات نیست، دسترسی به اطلاعات است. و بعضی مشکلات دیگه وجود داره که در کمیسیون دسترسی به اطلاعات مثلا ریاست و ریاست ازیرا فعلا رسوبه خب اطلاعات فرهنگ به دست دارن، که بعضی کسا از این انتقاد کردن که انتقادشون تا حد درم میتونه به جای باشه. اما مسئله دیگه که این هست که بعضی دوستا در ارگ با ما گفتن که رئیس جمهور توشیح، خب مدت 15 روزی که از پارلمان میرسه قانون به ریاست جمهوری، یعنی مدت چند وقت میشه که گذشته بود و امروز و قانون خود به خود اتومات به اصطلاح عامیانه قانون شده بود، اما رئیس جمهور باز امروز گرفت و قانون را امضا کرد، که به نظر نمایانگر تعهدشون است در مورد دسترسی به اطلاعات. حالا شما که برنامه های کاری 100 روز نخست حکومت وحدت ملی دنبال میکنین، این قانون آن گونه که مردم و رسانه ها انتظارش داشت آن گونه توشیح شد؟ یعنی چیزهایی که مردم افغانستان و رسانه ها میخواستند در این قانون واقعا گنجانیده شده؟ قسمی که من گفتم بعضی نهادها مثلا هستن که میگن که خب خله های شدید جدی وجود داره، مثلا از اون جمله خله می هست که در رأس کمیسیون دسترسی به اطلاعات وزیر اطلاعات فرهنگ وجود دارن، که این دقیقاً امو ساختار هست که در قانون رسانه‌های همگانی هست، که او را بسیاری از خب نهادهای جامعه مدنی بسیار سرسختانه علیه از او جدوجهد کردن و کشیدن و تا حد را تانستم که دستاوردهای داشته باشن، اما اونمو ساختار تا به حال در این قانون هم وجود داره، که یکی از مشکلات و نگرانی‌ها وجود داره. اما در کل این قانون به نظر ما و به نظر بسیاری از نهادهای جامعه مدنی که در این راستا کار کردن، نهادهای دفاع از حقوق خبرنگارا و مطبوعات افغانستان، یک گام بسیار بزرگ به پیش است. بر اساس این قانون در هر حالت نهادهای حکومتی
مکلف و دادن اطلاعات برای مردم افغانستان و رسانه‌ها نیستند. چیزی را که مردم می‌خواستند. بعضی چیزها را که مردم میخواستن، خب نگرانی ها وجود داره که با از خاطر از اینکه سرپرستی امی کمیسیون را، خب این کمیسیون در خب هر خب به اصطلاح هر وقتی که این کمیسیون بیشتر تحت رهبری حکومت قرار داره، چون وزیر اطلاعات و فرهنگ در رهبری آن قرار داره، در این صورت وزیر اطلاعات و فرهنگ میتونه که محدودیت هایی را به خاطر حق دسترسی به اطلاعات برای مردم و رسانه ها ایجاد کنه، چون اگر وزیر بخواه میتونه که اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار بده و اگر نخواهد نمیتونه. کلمه‌ای که من در پوشش میگشتم کلمه درخواست بود. کمیسیون دسترسی به اطلاعات که زیر ریاست وزیر اطلاعات فرهنگ است، هر درخواست به او نمیره، هر درخواست اطلاعات، اما بعض درخواست هایی که میتونه مثلا او پیامدهای چی داشته باشه، امنیتی داشته باشه، پیامدهای دیگه داشته باشه، او قرار است که از این طریق بره. و اینمی کمیسیون با اینمی ساختار تقریبا در کمیسیون رسانه‌های همگانی، در قانون رسانه‌های همگانی، بعضی نهادها گفته بودند که این یک راه سانسور ساختن اطلاعات است برای مطبوعات، که اونمو چی را میتونم انتقاد را در ای هم میتونم صدق بکنم. و در اخیر یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی امضا و تصویب توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن و همچنان توافقنامه ناتو و کابل گفته شده که شب رئیس جمهور هم آنها را توشیح کرد. یکی از دلایل افزایش حملات طالبان هم در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ واکنششان در برابر این توافقنامه ها گفته شده. پس از امضای این توافقنامه چی تغییر در وضعیت امنیتی به میان خواهد آمد؟ برداشت شما از این 63 روز حکومت کاری حکومت وحدت ملی در پیوند به این توافقنامه ها چی است و آینده را چگونه پیش بینی میکنین پس از توشیح این قانون ها؟ امضای توافقنامه ها یک گام مثبت است که به پیش است، اما امضای توافقنامه ها و امضای روی کاغذ هیچ وقت نمیتونه منجر به تغییرات اصلی روی زمین و حقیقی باشه که اون منجر به بهتر و بهبود شدن مثلا مسائل امنیتی باشه. از خاطر اینکه ما میفهمیم که هیچ پلیسی تغییر نکرده، هیچ پرسنل تغییر نکرده بجز از رئیس امنی قماندان امنی کابل، و هیچ تجهیزات نو در اختیار اردو ملی و پلیس ملی افغانستان وجود نداره و هیچ بهتری و بهبودی در جمع‌آوری اطلاعات و استخبارات وجود نامده که این چیزهای میشه که وجود از منجر به این شوه که در نبرد با حراس افغانی و مشکلات شورش افغانان پیشرفت بیه. اما این توشیح دو قانون تا به حال امی زمینه را مساعد نساخته. تشکر از شما احمد شجاع، مسئول وبسایت صد روز. تشکر از شما. و پس از وقفه کوتاه بخش نخست برنامه صد روز نخست را آغاز میکنیم. باز هم خوش آمدید. در این بخش برنامه عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل اینجا با من هستند برای بحث بیشتر. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. آقای سجادی، برنامه صلح حکومت افغانستان به کدام سو روان است؟ هرچند این حکومت تامین صلح و آرامش را در افغانستان در صدر برنامه‌اش قرار داده، اما ما نسبت به گذشته هر روز شاهد حملات مرگبارتر و وحشیانه‌تر از گذشته هستیم. به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب استاد و بینندگان محترم. هنوز کدام برنامه ملی تدوین شده برای بحث صلح و مذاکرات صلح با مخالفین وجود نداره. هنوز هم در ارتباط با مسائل بسیار اساسی پروسه صلح در افغانستان ابهامات وجود داره. تعریف دقیقی از دشمن و تعریف دقیقی از مخالفین سیاسی، تعریف دقیقی از افرادی که به هر حال در صدد براندازی نظام سیاسی هستند وجود نداره. اینا گام های اولیه برای تدوین یک استراتژی ملی برای آوردن صلح در افغانستان است. نکته دوم ای که با تمام تلاش هایی که در دوران رئیس جمهور قبلی افغانستان صورت گرفت، متاسفانه هیچ گونه استراتژی و پلان عملیاتی برای صلح وجود نداشت. یعنی یک نوع برخورد روزمرگی با مسئله صلح و مذاکره صورت می گرفت. به هر حال اگر قرار است که آوردن صلح و مذاکره با مخالفین سیاسی حکومت افغانستان از برنامه های حکومت افغانستان باشه، این برنامه باید مبتنی بر یک استراتژی اساسی باشه که در روی استراتژی در قدم نخست تعریف دقیقی از مخالف مسلح و مخالف سیاسی ارائه شود،
و رویش توافق نظر وجود داشته باشه. در قدم دوم فرصت های موجود برای رسیدن به صلح و مذاکره موفقانه و در قدم سوم شناسایی تهدیدات و چالش هایی که پیش روی ما در ارتباط با مذاکرات صلح وجود دارد، چیزی که در گذشته متاسفانه وجود نداشت. و اگر همین منوال ادامه پیدا بکنه، ما باز هم در گرداب تعارفات دیپلماتیک و در گرداب شعارهای سیاسی غرق خواهد شدیم و هیچ راهی به سوی کامیابی برای رسیدن به مذاکرات صلح وجود نخواهد داشت. حالا گامهایی را که رئیس جمهور در این 63 روز حکومت داریش به خاطر تامین صلح در افغانستان برداشت، چرا نتوانسته حداقل یک کاهش را در ناامنی ها در افغانستان به وجود بیاره؟ برعکس، ما هر روز شاهد حملات بیشتر هستیم و هر روز دامنه ناامنی ها در سراسر افغانستان افزایش پیدا میکنه. در اینجا مشکل در کجاست؟ رئیس جمهور حتی به عربستان سعودی، به چین و پاکستان رفت به خاطر کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، و تا طالبان مخالفان سیاسی خطاب کرد، باز هم این همه پاسخ انفجار انتها را در پی داشت. خب بین دو مسئله ما باید در تحلیل های خود تفکیک کنیم. یکی بحث مذاکره و پروسه صلح هست، یکی بحث مقابله با ناامنی های موجود است. بحث هرچند اولویت امروز جامعه ما و مردم افغانستان مقابله با تهدیدات و ترورها و انتحارات است که انجام میشه، اما بحث تعقیب موفقانه پروسه صلح و مذاکره همطوری که من عرض کردم زمان نیاز داره و فرصتی لازم رو میطلبه که در 60 روز یک حکومت امکان تدوین یک طرح جامع برای صلح و مذاکره موفقانه وجود نداشته، با توجه به اینکه متاسفانه بخش عظیمی از روزهای اول اداره‌داری ما مردم به رفت و آمدهای تشریفاتی و تبریکات و بسای مقدماتی تعیین میشه و تعیین دفتر و دیوان و امثال اینا. لذا 60 روز زیاد فرصتی نیست برای حل یک معضل پیچیده به نام جنگ در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان. این از یک طرف. واقع بینانه ای خواهد بود که زود قضاوت نکنیم، هنوز زود است که ما داوری بکنیم به اینکه پروسه ناکام است. یقینا اگر برنامه ملی برای آوردن صلح وجود داشته باشه و در قدم اول اتفاق نظر و وفاق سیاسی بین رهبران سیاسی افغانستان بر سر میوه‌های اساسی صلح که همطور که عرض کردم دشمن، مخالف سیاسی، اپوزیسیون و امثال اینا وجود داشته باشه، راه دشوار زیاد نخواهد بود، یعنی ممکن نخواهد بود، هرچند با سختی های روبرو خواهد بود. اما نکته دوم نکته است که خلاف انتظار بود، یعنی تشدید ناامنی ها و عملیات انتحاری و انفجاری که طی روزهای اخیر در اکثر ساحات کشور و جمله در پایتخت کشور صورت گرفت و این میتونه در واقع یک آسیب روانی جدی را در افکار عمومی مردم افغانستان نسبت به حکومت وحدت ملی ایجاد بکنه و اعتماد اونا را نسبت به توانمندی و ظرفیت دولت وحدت ملی کاهش بده. چرا چنین چیز اتفاق افتاد؟ من فکر میکنم دو سه تا مسئله در این قضیه دخیل بود. نخستی که به هر حال با امضای قرارداد پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا و کابل ناتو، طبعا مخالفین نظامی حکومت افغانستان و کسانی که جامعه جهانی و ناتو رو دشمن خود میدانه و ایالات متحده آمریکا و ائتلاف مبارزه با تروریسم رو دشمن خود میدانه، با پشتیبانی حامیان خارجی خودشان نهایت تلاش خودشان انجام دادن که در واقع یک واکنش تند و منفی نسبت به این قضیه نشان بده و در واقع زور آزمایی بکنه که با امضای قرارداد هم افغانستان به صلح پایدار نخواهد رسید. اما در این میان نکته دومی که من فکر میکنم تحت مدیریت حکومت افغانستان میتونه قرار بگیره و میتونست مهار شوه، این بود که طولانی شدن بحث پروسه تشکیل کابینه و مسئله سرپرستی وزارتخانه های افغانستان به خصوص سکتورهای امنیتی ما فوق العاده زیانبار هست به لحاظ برنامه‌ریزی پیشگیرانه در ارتباط با مهار تروریستان و انتحارگران. خب در این ارتباط هم متاسفانه طبیعی است که تا زمانی که یک وزیر حالت سرپرستی رو داره و او هم با توجه به پالیسی دولت جدید مبنی بر اینکه وزیرای فعلی وزیر آینده نخواهد بود، طبعا اینا یک نوع پیام‌های منفی را برای سرپرستا ارسال کرد و اونا را در انجام وظایف محوله خودشان در واقع کم انگیزه ساخت و همچنین یک نوع سردرگمی و آشفتگی در پلان امنیتی ملی افغانستان هم به وجود آمد که زمینه را باز کرد این فرصت را برای این که به هر حال انتحارگران از این فرصت‌ها بیشتر استفاده بکنه برای انجام دادن عملیات انتحاری در کشور به خصوص در پایتخت. تشکر از شما. و آقای هاشمی،
با توجه به حرفای آقای سجادی رئیس جمهور غنی هر بار پس از هر عمله انتحاری این حملات را محکوم میکنه، با خانواده های قربانیان دلجویی میکنه و همچنان مراسم فاتحه گیری برگزار میشه و رئیس جمهور هم تاکید بر گفتگوهای صلح با طالبان و آوردن صلح در افغانستان میکنه و میگه که برنامه تامین صلح در صدر برنامه های کاری ما قرار داره و همواره طالبان هم مخالفان سیاسی عنوان میکنه. آیا میشه با این حرف ها در افغانستان صلح آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام با شما جناب سجادی صاحب و بینندگان تلویزیون تونس. عرض میکنم که ما نباید از یک حکومتی که پس از یک سلسله بی سر و سامانه هایی که 12 سال به طول انجامید، نباید آرزومند ازی باشیم که همه چیزهای بغرنجی که در چند سال بغرنجتر شده به ظرف چند روز ما بتانیم که او را حل بکنیم. مسئله دیگه است که در 12 سال گذشته قرار بود که زیربناها چه در مسائل صلح باشه، چه در مسائل داخلی اقتصاد و امنیت و اینا باشه، زیربناها باید درست میشد تا که امروز حکومت جدید بر مبنای از او میتونست قدم های بزرگتری را و فراختری را بگذاره. متاسفانه در طول 12 سال مسئله صلح به حیث یک هدف تعیین شده بود، اما وسایل رسیدن به او هدف و متدی که ما را به او سرحد برسانه ما نداشتیم. شما دیدین که برای 6 ماه سال طالب ها دشمن مسئله افغانستان بودن و برای 6 ماه دیگه یا برای یک سال دیگه دولت پاکستان. لذا وقتی که شما از صلح و مصالحت صحبت میکنین، هدف تعیین میکنین که با کی صلح میکنین، با کی جنگ میکنین، با کی صلح میکنین. لذا اگر قدم های اول در مورد از اینکه دشمن مسلح افغانستان کی هست، با او باید اساسات صلح گذاشته میشد و در عین زمان ما حتی تشخیص نتانستیم که وقتی که دو طرف صلح میکنه، این دو طرف آیا آرزومند مذاکرات صلح هستن یا نیستن. ما تا امروز میگم که طالب ها باید با دولت افغانستان صلح بکنن، اصل خود به زمین بگذارن و از این قبیل گپ ها. ولی طرف مقابله میبینیم که اونا بسیار به صورت تاکید میکنن سر امو مسائلی که قانون اساسی افغانستان قبول ندارن، موجودیت عساکر خارجی را در این زمان حکومت آقای کرزی قبول نداشته. آیا با امی درخواست ها حکومت آقای کرزی حاضر بود که مصالحه بکنه با اونا؟ و دیگه ای که وقتی که ما جاده یک طرف را میپیماییم، باید ملتفت باشیم که طرف مقابل تا کجا به مذاکره حاضر است. امروز میراث نامیمون 13 ساله برای جناب آقای اشرف غنی و دکتر سب عبدالله گذاشته شد و اینا هستند که مردم افغانستان با امو تشنگی که برای صلح و برای امنیت و اینا دارن از دولت، از حکومت جدید خواستار عزیزن که چرا صلح نمیکنن. ولی این یک موضوع است که باید اول یک استراتژی باشه که ما از صلح چی میخوایم. آقای هاشمی، با توجه به حرفای شما، فکر میکنید که رئیس جمهور غنی هم امو برنامه ناکام 13 ساله حامد کرزی را در پیوند به تامین صلح و گفتگوها با طالبان دنبال میکنه؟ چون صلح یکی از اولویت های مهم مردم افغانستان است، نیاز بود در این 63 روز برنامه راهبردی به خاطر آوردن صلح در افغانستان ایجاد میشد، اما تا حالا چون این کار صورت نگرفته. این نشان دهنده ای است که رئیس جمهور غنی هم به مو راه یک طرفه و جاده یک طرفه که شما گفتین روان است. ببینین، اگر قرار باشه که جناب دکتر سب اشرف غنی هم به مو منوال مذاکرات صلح را و یا درخواست صلح را از طرف مقابل داشته باشند، یقینا که کار به جایی نمیرسه. برای اینکه 12 سال و 20 سفر جناب رئیس جمهور 20 حرف درست را به وجود نآورد. امروز دکتر سب اشرف غنی در مقابل یک سلسله معضلاتی که تعدادش بسیار زیاد است قرار گرفته. ما میگیم که صلح باید باشه، امنیت باشه، از لحاظ اقتصادی کار نمیفهم اینان. تمام از این مسائل دکتر سب اشرف غنی و دکتر سب عبدالله اینا برآورده بسازن. ولی همه از این همه از ایجاب میکنه که ما یک پلان صلح داشته باشیم.
استراتژی کاری داشته باشیم و در عین زمان از طرف مقابل هم یک سلسله با وجودی که کوچک خواهد بود اما یک اطمینان داشته باشیم که اونا هم صلح میخواین. در بعض شرایط است که طرف مقابل ما فکر نکنم که به صلح آماده شوه، مخصوصا که اگر دستهای خارجی هم پشت سرش باشه. در بعض شرایط ممکن است که بنابر فشارهای منطقوی و کشورهای منطقوی اینا و یا کشورهای در سطح بین المللی ممکن است زمینه مساعد شوه که صلح مذاکراتش آغاز شوه. ولی ای که ما خواسته باشیم که به زودی پلان صلح ما به جای میرسه یک مسئله است که به بسیاری عوامل و اسباب دیگه تعلق داره که ما نمیتونیم بسیار زود انتظار چیزا داشته باشیم. ولی هر کاری که میکنیم ما بنیاد درستی برای زود بگذاریم که اگر صلح میخواییم طرف مقابل تا کجا صلح میخواه، صلح را با کی میکنیم و با کدام متد میکنیم. تا وقتی که شما متد رسیدن به یک هدف و روش هایی که لازم است نداشته باشین ممکن نیست که شما به هدف برسید. به این اساس است که من فکر میکنم که با وجودی که فرموده شما یکی از اولویت ها است، مگر باید با تعنی و با مدارا و با یک استراتژی درست روی دست گرفته شد تا ای که ما را باز این پلان های نادرست به سرمنزل مقصود نرسانه. تشکر شما آقای سجادی. حالا رئیس جمهور غنی گفته که برنامه صلح آوردن صلح و آرامش پایدار در افغانستان نیاز به یک برنامه منسجم داره. در حکومت وحدت ملی دیدگاه های دوگانه در برابر طالبان و همچنان برنامه صلح وجود داره. عبدالله طالبان دشمنان مردم افغانستان خطاب میکنه و رئیس جمهور غنی طالبان مخالفان سیاسی. حالا با این تناقض دیدگاه در رهبری حکومت وحدت ملی چگونه میشه یک برنامه منسجم به خاطر کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح و همچنان تامین صلح و آرامش در افغانستان پیروز شد؟ خب من میخوام عرض کنم خدمت شما، شرط اول داشتن یک استراتژی ملی برای آوردن صلح و مذاکره توافق نظر بین رهبران سیاسی افغانستان بر سر محورهای اساسی امنیت ملی افغانستان است که یکی از اونها تعریف دشمن و تعریف مخالف سیاسی یا مخالف نظام است. حالا رئیس جمهور غنی تعریف خود از دشمنان مردم افغانستان به مردم ارائه کرد، مخالفان سیاسی و همچنان رئیس اجرایی دشمنان مردم افغانستان. من میخوام عرض کنم خدمت شما، اما من به این باور هستم که در تعریف دکتر صاحب غنی یک نوع مماشات مشاهده میشه و ای که به هر حال تلاش میکنه در همه آغاز یک تعریف را ارائه نکنه که به هر حال او دسته از طالبان که آمادگی داره در پروسه صلح یا مذاکره بپیونده یا دقل با نظام سیاسی موجود میتونه کار بکنه و همکاری داشته باشه، اونا را در صف دیگران قرار نده. من فکر کنم که یکم میتوالتی در تحلیل های رئیس جمهور وجود داره. در غیر او من فکر نمی کنم که زیاد این بحث دشوار باشه، هرچند اختلاف نظر همطور که شما اشاره کردید کاملا وجود داره و واضح است، اما رفع اختلاف نظر سخت نیست. چرا؟ برای اینکه بسیار روشن هست در ترمینولوژی علم سیاست ما اپوزیسیون سیاسی یا مخالف سیاسی به کسی میگیم که نظام سیاسی موجود را که مبتنی بر یک قانون اساسی تعریف شده است میپذیرد. بنابراین تمام جریاناتی که استفاده از خشونت میکنه نظام سیاسی موجود را نمیپذیره، در صدد براندازی نظام سیاسی موجود است، به هیچ عنوان نمیتونه در چوکات مخالفین سیاسی قرار بگیره. حالا تناقض در دیدگاه ها در برابر مخالفان سیاسی یا مخالفان مصالح دولت چگونه در رهبری حکومت از میان برداشت و دو طرف بتوانند به توافق بر سر تعریف از دشمن برسند؟ خب من فکر میکنم که در این ارتباط حداقل مکانیزم های مختلفی باید جستجو شود. یک مکانیزم است که در یک گفتگوی جدی رهبران سیاسی افغانستان هم رئیس اجرایی و هم رئیس جمهور به هر حال به تفاهم برسه. پیدا کردن مسیر تفاهم و توافق نظر روی مسائل مختلف ملی افغانستان کاری دشواری نیست. هر دو طرف خود را متحد به قانون اساسی میدانه، هر دو طرف خود را حافظ منافع ملی افغانستان میدانه و هر دو طرف هم خود را متحد در برابر مردم افغانستان برای اجرای قانون اساسی میدانه. پس بنابراین
اگر جریانات و گروه هایی باشه که قانون اساسی را عبور میکنه و یا با نظام سیاسی موجود سری ناسازگاری داره، طبعا نمیتونه در تعریف مخالف سیاسی قرار بگیره. اونا آشکارترین مجموعه هایی هستند که در واقع دشمنان مردم افغانستان و مخالفین مسلح نظام سیاسی افغانستان هستند. بنابراین با اونا نمیتوان تعامل مخالفین سیاسی رو داشت. مخالف سیاسی هیچگاه در صدد براندازی نیست. مخالف سیاسی هیچگاه دست به خشونت و اعمال تروریستی نمیزنه. در واقع ای در تعریف تروریسم بسیار روشن هست، استفاده از ابزارهای خشونتبار غیر قانونی به منظور تعقیب اهداف سیاسی اقتصادی خودشان. رئیس جمهور غنی گفت با کسی صلح خواهد کرد که با نظام مخالفت سیاسی داشته باشه، این به چی معناست؟ حالا طالبان به گفته شما مخالفان سیاسی حکومت نیستن. بنابراین آقای دکتر صاحب غنی اگر تحلیل بکنه این دو سخن رو، این دو سخن به گونه باید جمع شود، به ظاهر متناقض به نظر میرسه. به هر حال اگر اونا مخالفین سیاسی هستند، از طرف دیگر گفته میشه که هر کس که قانون اساسی افغانستان رو نمیپذیرد، ما با اونا هیچ گونه سر مذاکره و آشتی نخواهد داشتیم. بنابراین چطور میتونه مخالف سیاسی باشه اما ما با اونا مذاکره نکنیم؟ مخالف سیاسی در مذاکره برایش باز است، برای اینکه نظام سیاسی موجود شما رو میپذیره، قانون اساسی رو ملتزم هست، به دموکراسی و نهادهای منتخب باور داره و احترام میگذاره. اینا مستحق هستند که بیاین وارد پروسه سیاسی افغانستان شوند و جایگاهی هم در این نظام سیاسی داشته باشه. اما حساب اونایی که در صدد براندازی است، قانون اساسی رو نمیپذیره، نهادهای منتخب شما رو نامشروع و غیر قانونی میدونه و اساسا غیر دینی میخونه و همچنان بر استفاده از ابزارهای خشونتبار و انجام عملیات تروریستی و انتحاری تاکید میکنه و هر روز هم اعلامیه میده و پیام میده با آدم میگیره این جریانات را، در یک چنین حالتی بسیار به نظر من روشن خواهد بود که نمیشود با این موارد تعامل مخالفین سیاسی یک نظام را انجام داد. بنابراین با توجه به این موارد من فکر کنم رسیدن به توافق نظر بین رهبران سیاسی افغانستان بر سر یک تعریفی از دشمنان نظام سیاسی افغانستان کاری سخت نخواهد بود و اولویت اساسی برای تدوین یک برنامه صلح ملی در افغانستان است. تشکر شما. آقای هاشمی، حامد کرزی در 13 سال حکومتداریش سیاست تظاهرو را در برابر طالبان دنبال کرد و بیشتر قربانی این گونه سیاست مردم افغانستان بود که هر بار پاسخ سلطنتی حامد کرزی با انفجار انتحار داده میشد و بیشتر غیر نظامیان در افغانستان کشته میشد. حالا به نظر میرسه که رئیس جمهور غنی هم این سیاست رو دنبال میکنم و با اندک تفاوت. چرا رئیس جمهور غنی نمیخواهد با سیاست متفاوتتر و کاراتر گفتگوهای صلح با طالبان دنبال کنه تا صلح پایدار در افغانستان تامین شود؟ اگر اجازه بدین به ارتباط سوال شما سرمی مخالفین سیاسی و یا دشمن مردم که یک سر و صدایی را به وجود آورده که رئیس به جمهور یک چیز میگه و رئیس به اجرائیه چیز دیگه میگه و در واقع علی ظاهر اینا در تضاد واقع شده این کلمات. در حالی که وقتی که شما مخالف سیاسی میگین، مخالف سیاسی یعنی او کسایی که موضوع اساسی سیاست قدرت است و بسیار وقتا تعریف که از سیاست میشه که علم قدرت است و وقتی که یک گروه سیاسی یا یک گروه از افراد با مخالفت به دولت مرکزی در صدد کسب قدرت میشن، اینا رو شما میتونید که مخالف سیاسی بگوین اما نه از رای نظامی، از رای سیاسی فرق میکنه. مخالفین سیاسی که در اپوزیسیون به اصطلاح ترمیمی میباشن، اینا از راه های دموکراتیک و مطابق قانون اساسی حرکت میکنن، اما کسانی که اسلحه برمیدارن اینا میتونن که بگن که یک قدرت سیاسی است در صدد کسب قدرت سیاسی اما با وسایل نامشروع که اسلحه باشه. مگر حالا باید از نظر طالب ها با تحلیلی که اونا دارن، اونا هم خود یک گروه سیاسی میدانه که از قدرت برانداخته شدن و امروز با اسلحه از قدرت برانداخته شدن، امروز با اسلحه در صدد کسب قدرت هستند. لحاظا شما میتونید که به جای از اینکه این دو کلمه را اساس گذاشته و شما یک سلسله نقاضت های را بین دو شخصیت به وجود بیارید، بهتر است بگیم که و فرموده جناب وکیل صاحب که میتونید که از این دو چیز مفهومی را بگیرید که حکومت وحدت ملی
تازی بیشتر دیگه افتراق پیدا نکنه، بلکه یک وعدت پیدا شوه که انعکاس وعدت ملی باشد. اما در 13 سال من بر شما عرض کردم که متدی که به کار گرفته شد با در مقابل دشمنای مسلح افغانستان متد وجود نداشت و یا متد بسیار نادرستی به کار برده شد. از اون لحاظ است که در ظرف 13 سال به هیچ نتیجه ثمر بخش ما نرسیدیم. لحاظا یک بار دیگه تکرار میکنیم که اگر حکومت موجود بازم به مو منوال با مو فرمول ها دوام بتن، ممکن است ما حالا تا اینجای کار با همون منوال پیش رفته حکومت در تامین سال در افغانستان. ببینید تا هنوز حکومت به صورت مشخص اعلان نکرده که در برابر دشمنای مسلح افغانستان چگونه پیش آمد میکنند. مخالفین سیاسی، اگر رئیس به جمهور مخالفین سیاسی یاد میکنه، در واقع یک در مذاکره و مسالمت باز میگذارند که از این باید استفاده شود. فرصت ما با پوزش کوتاه است کم است. بله. بفرمایید. به این اساس من فکر میکنم که استراتژی درست باید بر از این مسائل سنجیده شود. دشمن تعریف بکنیم، مصالحه و اینا را در مو قالب درستش تعریف بکنیم تا ای که ما بتانیم راه درست پیش بیریم. در غیر از او آهن سرد گفتن خواهد. تشکر از شما عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل. با بخش دوم برنامه 100 روز نخست خوش آمدین و در این بخش هلی ارشاد عضو مجلس نمایندگان و جمالالدین بدر والی پیشین نورستان اینجا با من هستند و درباره گفتگوهای رئیس جمهور و رئیس اجرایی درباره اعلام کابینه تازه بحث و گفتگو خواهیم داشت. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. خانم ارشاد با شما آغاز میکنیم. رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر تقسیم وزارت‌های حکومت به توافق رسیدند. جزئیات این توافق چی است؟ این وزارت‌ها میان دو طرف چگونه تقسیم خواهد شد و بر اساس چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما، میهمان شما و بینده بسیار محترم تلویزیون تلو. بدون شک امروز قسم که شما هم از طریق رسانه‌ها دیدین، وکلای ملت از طرف رئیس جمهور دعوت شده بودن که در اونجا ما بسیار انتظار داشتیم که بعض خبرهای خوشی را بشنویم و انتظار زیر داشتیم که حداقل یک تعداد از وزیر سبا باید معرفی شوند، اما این دیدار یک ضیافت بیش نبود و فقط یک صرف غذا بود و یگانه چیزی که من از جناب رئیس جمهور شنیدم که البته از رئیس اجرایی همچنان هر دو بزرگوارا گفتن که ما به توافق رسیدیم، اما به نظر من اگر به توافق رسیده بودن خب اعلان اشخاص چه مشکل میتونست ایجاد کنه؟ حداقل اگه اسمایشان هم میگفتن با ما شریک میکردن، چون وقتی که یک وزیر به بولیسی جرگه معرفی میشه به خاطر رای اعتماد او یک پروسیجر خود تعیین میکنه. در این مدت که این بزرگوارا به سفر میرفتن میتونستن که بولیسی جرگه کار خود کنه روی اسناد تحصیلیشان و روی بعض مسائل دیگه که ضرور است. چرا نخواستن جزئیات بیشتر در اختیار مردم افغانستان قرار بدن؟ اگر واقعا دو طرف به توافق رسیدن پس چه مشکل در اینجا وجود داشت که نخواستن اسم نامزد وزیرا را هم برای مردم افغانستان اعلام کنند؟ بدون شک یک موضوع رو میخوایم اشاره کنم که حکومت وحدت ملی که به اساس یک جبر زمان و لزوم دید سیاسی تشکیل شد، مشکلات خود میتونه داشته باشه و میتونست داشته باشه که فعلا هم ما به چشم سر میبینیم و همین هم یک از مشکلات است که کابینه دو ماه معطل میشه. به نظر من مشکلم شاید همی بوده باشه که اشخاص که از طرف دو تیم معرفی میشه روی اشخاص به توافق نرسیده باشن هنوزم، اما این که مشکل اساسی رفع شده و یک صمیمیتی که بین رئیس اجرایی و رئیس جمهور دیده میشد که یک حالت خوب بود، او را شخصا راضی هستم، اما این که اعلان نکردن واقعا بر خودم سوال است و من نمیتونم که یک موضوعی را به او اشاره کنم که خودم هم نفهمیدم و با خودم لاین حل مات. تشکر از شما. آقای بدر، برداشت شما چی است؟ چرا رئیس جمهور و رئیس اجرایی اسامی نامزد وزیران تازه را برای مردم افغانستان اعلام نکردند، در صورتی که گفتند ما به توافق رسیدیم به خاطر تقسیم وزارت ها میان دو طرف؟ واقعا مشکل اصلی از میان برداشته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما و محترم وکیل صاحب، سلام به بینندگان عزیز محترم. تا جایی که ما معلومات داریم توافق بر سر تقسیم بس های کلیدی و غیر کلیدی در مجموع کابینه هست.
بر سر اشخاص نیست تالی به کدام بست کدام شخص معین کاندید شده، چون که یک اصل است که هر وزیری که از طرف دکتر سید عبدالله معرفی میشه مورد قبول جانب مقابل جناب رئیس جمهور باشه، هر آن وزیری که از آن طرف میه ای تیم هم سرش کدام حرف اضافی داشتنه باشه. پس به این معنی که فقط مانی اصلی یا حاجز اصلی که میان دو تیم بود بر سر تقسیم بست های وزارتخانه ها اما مانی برداشته شده، اما داری برای کاندید کردن اشخاص یک سلسله کار جریان داره، به نظر من شاید یک هفته دو هفته در بعد خواهد گرفت، چون که طوری که میان دو تیم ها یک بر سر تقسیمات یک قسم یک دیدلاک یا مشکلات وجود داشت، فعلا هم میفهمم که چون که اینجا اینا دو احزاب نیستن یا دو اشخاص نیستن که اینا یک تازه باشن، چون یه طرف هم مجموعه خیلی اشخاص زیاد هست، جا نهادها هستن، جا منظومه های سیاسی هستن، سازمان های مدنی مختلف جهات سرازیر شدن از طرف مقابلم. پس به این معنی که باز تقسیم قدرت طبق همان فرمولی که بالا شده با پایین هم به همین منوال که بره یک سلسله نزاکت ها و بعض در سلکشن افراد یک معنی شده میتوانه. و دو میبینید تا حالی که دیر شد اینو نشد که توافق نمیکردن، اضافه از توافقم چون که بر سر شایستگی زیاد تاکید میشه، این که دو ماه سه ماه ما شما بر سر شایستگی باشه شعار بتین مردم منتظر بمانیم ما باعث رکود کارها شوه، بازم در افراد گزینش افراد اگر عجله کار صورت بگیره اگر نه افراد ناکارا را در بستهای کلیدی معرفی کنن به نظر من یک فاجعه کمتر نخواهد بود. به این خاطر اگر دو هفته اضافه هم تیر شوه به نظر من شاید بد نخواهد بود مونتا نفرای خوب و کارا انتخاب شوند. حالا شما گفتین که رئیس جمهور باید افراد رئیس اجرایه تایید کنه و رئیس اجرایه هم طبیعی افراد رئیس جمهور، در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی چنین حرفی گفته شده، چه نیاز از باید دو طرف افراد یک دیگر خود تایید کنند و پس از آن برای پارلمان باعث نامزد وزیر معرفی شود؟ ببینید به خاطر از اینکه ما گفتیم وحدت حکومت وحدت ملی است، وحدت ملی نمیشه که با اشخاص مورد نزاعی که یا این طرف یا اون طرف معرفی میکنه باعث بروز اختلافات عمیق پسانا میشن، از او خوبتر است که جلوگیری از امروز شوه. یک مسئله، مسئله دوم طور که ما گفتیم وحدت ملی هست، وحدت ملی به این معنی که اقل افرادی که هر دو طرف مری میشن تا حدی نباشن که به جانب مقابل نا قابل تحمل نباشن از نگاه دیدگاه از نگاه باز تفاوت های پس با شما داشتیم. این حرفای شما هنوز هم مشکل جدی سر راست من، چون تا حالی که من اندازه میگیریم در تشکیل دو گروه افراد حضور دارند که با یکدیگر بسیار اختلاف دیدگاه دارند در هر مورد در افغانستان. ببینید اختلافات و اختلاف فرق میکنه، سلیقه ها تا سلیقه فرق میکنه، به این معنی نیست که ما شما در جامعه دموکراسی زندگی کنیم کل مردم تابع حرف فرد اول باشه یا فرد دوم باشه، تعدد گرایی یا پلوریسم در جامعه دموکراسی یک اصل پذیرفته شده است و کثرت اشخاص و همچنان سازمان ها و نهادها این هم یک اصلی است که سرازی تقریبا کشور ما توافق نمی کنه، بلکه یک اصلی است که در دیگه دنیا هم سرازی کار شده، حکومت توافقی در کل جهان وجود داره. ولی ما خوشبین به ایستیم. ببین بعض مردم در اینجا بعض ابراز نظر دارن، حق دارن، حق شان است، چون هر انسان طبق سلیقه شان طبق برداشت شان عرف میزنه، امکان داره که تعدد مرجع در حکومت یا مراجع در حکومت باعث پراگندگی در کارا شود، ولی ما برعکس فکر میکنیم امکان داره که اگر احیانا ما گمان کنیم که یک دسته وزرا را که جناب رئیس عبدالله معرفی میکنه متباقیش جناب رئیس اجرایی معرفی میکنه اگر نه تا آخر پای برجا عمود به شکل کتلوی ماندن امکان داره که اینا و دیگر ما محاسبه کنه، دیگر اینا رو محاسبه کنه. به این حساب اختلاف گروهی در دو طرف وجود داره بر سر ایجاد کابینه، یعنی در میان گروه ها اختلاف بر سر معرفی نامزد وجود داره. دوستان ما افاده نکردیم. ببین ما گفتم که اگر عمود تو گروه ها تا آخر هم بمانه این دسته و دسته اگر احیانا ناس نفر خود حمایت میکنه جانب مقابل اخنا زیر انتقاد قرار بگیره داخل مجالس شخصیش، همین باعث شگوفایی یا باعث شفافیت در کارها میشه. و دیگه این که اختلافات طبیعی است که وقتی یک دسته انتخاباتی 6 ماه 7 ماه سر یک برنامه کار کرده باشه، نیم مردم طبق ام برنامه‌ای که به شکل شعار به مردم عرضه کردن پیش از یا آمدن، پس طبیعی است که اینا یک گروه هستن و گروه مقابل کسی است که اقلا از این شعارها متفاوت بود، از این سلیقه ها متفاوت بود. پس بودن دو گروه در وطن اگر هو را ما نفی کنیم به معنی که بخی ما حقیقت یک عیان چیز ما نفی میکنیم، ما گروه ها وجود داره در شکل نیست. و اما داخل گروه ها هم میفهمیم که تقریبا چندین گروه ها هستن که از این مجموعه یک ستار انتخاباتی دکتر عبدالله یا دکتر شبانی جور شده بود. حالا در این 63 روز اینها نتوانستن نامزد وزیران احتمالی خود در نظر داشته باشند، چطور ممکن است در این دو هفته یا چهار هفته دیگر
نامزد وزیران تازه را معرفی کنن برای پارلمان بگرو. گذشته سالوات اگر بگویم 60 روز نتوانسته باشه تا 6 سال دیگه نتوانه، گفتم کلیه به نظر من موجبی یا الزامی نیستی که حتما کس نتوانسته باشه این دم نتوانه. ما پیشترم گفتم که در گزینش رئیس جمهور رئیس اجرایی است که باید هر چیز زودتر کابینه تازه را برای مردم افغانستان معرفی کنه. مردم هر روز قربانی این گونه سیاست های ناکارای دو رهبر میشن. خاصه که شما یعنی این تو نبوده کدام وزارت بیخی بی سرپرست مانده بوده، کدام وزارت بیخی دار دستش بیخی رفته بوده. در اینجا مسئولیت ندارن. یکی از علت افزایش ناامنی ها هم در کابل و دیگر ولایت ها حضور سرپرست ها در نهادهای امنیتی گفته شده، چون در اینجا خلای در نظام ایجاد شده. نه تنها با شما، با دیگر دوستان هم با کمال احترام به شما به نظر شما داریم اختلاف نظر میکنیم. به این خاطر ببینید، ولی سرپرست ولی چی فرقی با از وزیر اصلی داره؟ این که فقط پاسو پیش کردن میتونه در سرپرست پاسوگو نیست با پارلمان و دیگر نهادها. کلمات خدای درست استفاده کنیم. سرپرست وزیر است کاملا تامل اختیار است، هیچ مشکلی نداره. صلاحیت اجرایی نداره. چرا نداره؟ خب چی میکنن؟ دو ماه چی میکردی؟ حالا رئیس جمهور اجرایی فرمان داد که سرپرستان نمیتونن افراد تازه ای را بگمارن. ما گفتیم کسان دیگر برکنن. ما نماندیم، ما گبا تمام میکردیم. ما گفتیم فقط همین نزل عصب یا پاس کردن یک مامور یا جابجایی یک مامور دیگه است. فقط این نیست که در وزارت تنها یک کاری باشه. همین دو ماه اینا چقدر نفر میتونن پاسو پیش کنن؟ این نیست، کارهای دیگه است، اساسی کارهای عمده و جوهری کارهای دیگه هستند. وارخ میتونن نه دو جا کدام سکتگی نامده. پس به این معنی که یک سرپرست وزیر از دیگه وزیر کدام امتیاز خاصی نداره، چون سرپرست ها مطمئن نیستن که در این وزارت باقی میمانن، مسئولیت نمیگیرن به خاطر بنظر من خیلی خدمت برای مردم افغانستان. شرم آور تعجب آور است یک نفری که مسئول نباشه، یک نفری که میفهمه که باعث بودن ما باعث قتل و کشتار جمعی مردم میشه اینجا، که چطور اونجا میمانه او؟ پس در اینجا نیست مشکل، امکان داره جای دیگه باشه. یکی سرپرست 6 سال پیش وزیر بوده، تال خوب چلید، دمی دو ماه چی خمار شد و آدم که بخی کارا از پیش پرید. به این معنی نیست. تشکر شما خانم ارشاد. حالا دو طرف توافق کردن تا افراد تازه را در کابینه حکومت وحدت ملی معرفی کنند و شایسته، نه افراد تکراری دوران حامد کرزی. یعنی کسانی که در دوران حکومت حامد کرزی وزیر بودند این بار نمیتونن وزیر شوند. حالا در تشکیل دو گروه بیشتر افراد هستند که سابقه کاری در حکومت حامد کرزی دارند. چطور ممکن است که اینها افراد تازه را برای مردم افغانستان معرفی کنند؟ آیا بیرون از این دو گروه کسان دیگر معرفی خواهند شد؟ ببینید، گفته نشده که کسی که با آقای کرزی کار کردن به هیچ صورت نمیتونه وزیر شود. حالا توافق کردن وزیران دوران حامد کرزی نمیتونن فعلی در حکومت وحدت ملی راه بیابند. وزیران فعلی گفتن او 100% همشان نیست، که قسمی که شما هم شاید آوازا خبر داشته باشید. وزیران فعلی کسانی هستند که در دوران حامد کرزی وزیر بودند. فکر میکنم که یک نفر حداقل از او دوران میمانه، یعنی کدام قید برش گذاشته نشده که غلط فهمی نشه. برای اما تنها ما زیادتر تاکید روی این صورت گرفته که در فساد اداری و سایر جرایم آغشته نباشند. وقتی که فساد اداری داشته باشه یک وزیر، او که اگر در دوران حامد کرزی وزیر بوده یا در هر دوره، او به هیچ صورت واقعا نمیتونه که وزیر شوه یا به مقامای عالی رتبه دیگه کار کنند. یک موضوعی که ما میخوایم برش اشاره کنم که پیشتر شما از والیس پرسیدین، میخوایم در روشنی پرتم که گفتین که به خاطر می اشخاصی که معرفی میشه و به نظر ما مشکل در تفاهم یا توافق به توافق رسیدن دو رئیس اجرایی و رئیس جمهور نیست. فکر میکنم که مشکل در بین اشخاصی که دو نفر یکی به دیگر معرفی میکنند در این است. به اون خاطر اینا اعلان نکردن و این برداشت شخصی خودم از مجلس امشب که با جناب دکتر اشرف غنی داشتیم، برداشت شخصی اختلاف های درون گروهی وجود داره بر سر معرفی افراد تازه به حیث وزیر. غیر مستقیم یک مثال بتم، مثلا در بعض از کمپاین ها از بعض کاندید صاحب ها بعض والی صاحب های جنجال برانگیز بودن که برخلاف نقش بسیار مهم در کمپاین بازی کردن، اما اشخاص یا شخصیت ها جنجال برانگیز هستن. خب وقتی که همچون یک شخصی که در حکومت قبلی جنجال برانگیز بوده و یک تعداد زیاد مردم از اونها ناخوش باشن و از طرف یک از کاندید صاحب ها معرفیشان، بخوایم نخوایم کاندید رئیس جمهور با او مخالفت داره، به نظر ما مشکل در اشخاص است. و اینکه چقدر توافق نمودن، تا جایی که من میفهمم در مود تفاهم نامه که بوده فقط سکتور امنیتی و سکتور اقتصادی و ریاست های عمومی تقسیم شده بود که 50% به یک گروه و 50% به دیگر گروه، باقی مقام ها تقسیم نشده. این که حالا چی به توافق رسیدن، شاید بعد از برگشتشان از سفر، چون یک سفر طولانی ندارن که به 4 مملکت سفر میکنن جناب رئیس جمهور، فردا سفرشان آغاز میشه و بعد از سپردن وقتی که سفر سرنوشت ولایت ها، معینیت ها، ریاست ها، سفارتخانه ها تا حالا معلوم نیست.
این شاید بعد از اینکه اینا سفر بر بگرده وقتی که اعلان کردن ما از اعلان کاندیدها در خواهد یافتیم که آیا تقسیم 50% در تمام مقامات صورت گرفته و یا خیر. یعنی این نهادها هم دو ماه سه ماه دیگر طول خواهد کشید تا دو طرف به توافق برسند. رئیس جمهور وعده سپردن که در خلال 2 الی 4 هفته تمام وزارتخانه ها تمام وزیر صاحب ها معرفی خواهد شد. به شمول معینیت ها ریاست ها سفارتخانه ها و ولایت ها سفارتخانه ها و ولایت ها در قدم بعدی خود اونا از کابینه امروز یک وعده سپردن. حالا اراده رئیس جمهور غنی داره که این نهادها هم مساویانه میان دو طرف تقسیم شود؟ فکر نکنم که دکتر سبا شفغنی هم چی ارادی رو داشته باشه به خاطر که در توافق نامیشن همچون چیز ذکر نشده بود. اینم میخواهد سهم بیشتر در معینیت ها سفارتخانه ها و ولایت ها خودش داشته باشه تا رئیس اجرایه. من به خود اجازه نمیتونم که خودش بگه برای اینکه تا جایی که من در تیم ایشان هستم و ما کار کردیم تنها کسایی که کمپاین کردن حق ندارن که در مقام های بلند کار کنن، از تمام افغانستان اشخاص لایق و شایسته باید گماشته. تشکر شما. آقای بدر شما چی پیش بینی میکنید سرنوشت غیر از وزارتخانه ها در نظام حکومت افغانستان چی خواهد شد؟ آیا رئیس جمهور خواهد پذیرفت که این نهادها هم به گونه مساوی میان دو طرف تقسیم شود؟ در قسمت وزارتخانه ها ما مخه گفته میتونیم معلومات مون دقیق تر است، چون که امروز هم در مجلس بودیم تقریبا مساوی است دیگه، تو خیلی کم اگر تفاوت داشته باشه. یک وزارت مثلا وزارت دولت در امور پارلمانی است و اگر وزارت شمار نمیشه که با پارلمان به خاطر رای گرفتن بره و دیگرها تقریبا مساوی هستند. اما آمد مسئله ولایت و معینیت ها به نظر من اکثر برمیگرده به وجود اعتماد میان دو شخص یا دو تیم. اگر اعتماد وجود داشته باشه و لازم نیست که هر دو نفر از همین تیم انتخاباتشان بگیره. پیشتر وکیل صاحب اشاره کردن بعض افراد هستن که امکان داره بیرون از تیم باشه و لایق‌تر باشه و بعض مردم هست داخل دستگاه دولت خوب کار میکنن و فقط جرم شانی باشه که اینا به این تیم یا به اون تیم نبودن. برکناری از این به نظر من قسم شاید ظلم باشه با کادرهای وطن با تجربه هایی که دارن با اندوخته هایی که دارن از استفاده شه. به این حساب لازم نیست که اینا کلشان برکنار کنن. و نظر من مرحله اولی که بود خیلی اعصاب شکن بود، مرحله اولی که بود خیلی طول کشید، مردم خیلی منتظر ماند. این مرحله که اگر به آسانی پشت سر گذاشته شد بعد از این به نظر من این خط طول نخواهد کشید. اما قسمت ولایت ها کس ولایت ها درجه ثانوی را داره، معینیت ها خواست نامش پدیده است که درجه ثانوی دارن. وقتی که وزیر که مقرر میشه به اساس درایت و لیاقت و کفایت کاری که نا کدام چیزی که اونا طبق شعارشان گفتن علی بعد از به نظر من سلکشن یا انتخابی معینیت های خشات جنجال برانگیز. یعنی این نهادها هم باید مساوی تقسیم شود میان دو طرف سهم مساویانه داشته باشد. دموج کدام نهادها مشخص دیگر نشده که فلان سهم بیشتر در اینجا برای رئیس جمهور باید داده شود، چون در توافقنامه چون این گفت چیزی گفته نشده. دموج واضح نوشته است که تقسیم قدرت به اساس مساویانه باشد، بسای کلیدی در بسای خیر کلیدی مساوی گونه باشه. ولی مساوی گونه 49 در 51 میشه یا 45 در 55 میشه، این را بعدا اینا با هم که میشنن تیم مذاکره کننده اش چقدر دستاورد داره ما برمیگرده به اشخاص که اینا تفیض صلاحیت میکنن. تشکر شما آقای خانم ارشاد. جنرال عبدالرشید دوستان هشدار داده تقسیم مساویانه قدرت عملی نیست و در صورتی که چنین کار صورت بگیره کشمکش و تنش به میان خواهد آمد. حالا دو طرف توافق کردن تا وزارت ها مساویانه تقسیم شود، سرنوشت این نظام چگونه خواهد بود بر اساس پیش بینی جنرال عبدالرشید دوستم؟ کشمکش و تنش یا نه؟ ببینین جناب جنرال صاحب دوستم هیچ وقت هشدار نداده، اونا به اساس امو توافقنامه گپ میزدن که بازم تکرار. حالا در اونجا با صراحت اعلام کرد که در صورتی که تقسیم مساویانه میان دو طرف صورت بگیره کشمکش و تنش به میان خواهد آمد. تا جایی که ما شنیدیم گفتن که دو دولت نمیتونه که در یک مملکت باشه. خب در صورتی که تقسیم مساویانه صورت بگیره به اساس گفتهای جنرال دوستم دو دولت به میان میاد بدون شک. من عواقبش به گفته او کشمکش و تنش خواهد بود. من به می فکر هستم پیشترم به شما گفتم که ایجاد دولت وحدت ملی این تنش هم در ابتدای خود داشت و هم در انتهای خود خواهد داشته باشه. اما تفاهمی که امروز صورت گرفته و تفاهمی که امروز ما میبینیم، بازم تکرار میگم که به استثنای می چند وزارت کلیدی که نام گرفتم، باقی کابینه و باقی مقامات 50-50% من اصلا نمیتونم باور کنم و خبرم ندارم و تا جایی که من خبر دارم هم چه یک چیزی توافق نشده. بازم میگم که وقتی که سفر برگشتن، وقتی که معرفی کردن وزرا را در اون وقت، باز ما میتونیم که حدس بزنیم که آیا می توافق صورت گرفته بوده یا نگرفته بوده، چون این توافق در پشت پرده بود. و 30 ثانیه دیگر باقی مانده. آقای بدر با شما چگونه این نظام پیش بینی میکنین بر اساس پیش بینی جنرال دوستم و یا برعکسان؟ جناب دوستم یک از اساتین دولت است، معاون اول رئیس جمهور است، احترام به شخصیتش بر جایگاهش داریم، ما کدام دوجو حرفی نداریم. ببین مشکل اصلی در اینجا تعدد مراجع و تعدد مراکز جوابدهی است.
منظورش این بوده که اگر دو حکومت داشته باشیم، یعنی دو نفر کسی باشه که نامینه مراجع باشه و پاسخگوی خب در صورتی که تقسیم قدرت مساویانه صورت بگیره، دو دولت به میان میاد در یک کشور باشه که 30 دقیقه کلشان خود نگیرین که برای باید مجوب بگیم سیزونیرا. ما میگیم که وقتی که دو مراجع دولت باشه، دو مراجع دولت میتواند بر عملکرد وزرا درست‌تر نظارت کنن و شفافیت در میان بیاره. و دیگه حکومت‌های اتحادی ائتلافی در کل جهان که ببینین، اینا قبل از اینکه به حکومت مسئول باشن به حزب خود مسئول میباشن. این تنها در افغانستان نیست که ما شما از در آن صورت افراد عبدالله پاسخگو خواهند بود و از رئیس جمهور غنی هم برای رئیس جمهور غنی. من نمی‌فهمم، من منتها در دنیای مروج هستی، یک چیز نو نیست که ما هر روز داشته باشیم. ما در هر جایی که برین حکومت‌های ائتلافی هم چه مکانیزم یا باز پای اخلاقی داشته باشن. حکومت‌های ائتلافی بیشتر پایدار نبوده. خب باشم داده در تاریخ ولی در افغانستان بیرون بودن یک کتله عظیم مردم شاید از او کده بدتر باشه. تشکر از شما. هلال ارشاد، عضو مجلس نمایندگان، و جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان. و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهی من بودید. شب بر همه ایتون خوش.